ملی که الان داره. خب موضوع قطر، بازی قطر رو تیم ملی ایران تموم شده، ولی چه چیزای جدید جالب داره میاد که دلم نمیاد اینا رو ضبط نکنم، و چه چیزای جدیدتر هم داره میاد، هوش مصنوعی آقای خود عزیزی خونده و اینا، اون تو قسمت بعدی. الان امروز آقای جواد خیابانی در تلویزیون یه مطالبی گفته خیلی چالش برانگیز بوده، اتفاقاتی افتاده در برنامه این که مربوط به خانم ژاله هستش، ژینا یا ژاله اسمش رو نمیدونم، ایشون قبل مجری هستش و قبلا هم بازیگر بوده، نمیدونم. حالا میخوام اینا رو پلی بکنم ببینم که به چه صورتن. آخ خیابانی یه صلواتی بفرستین بچا، حوی صلواتی بفرستین. چه قرار شده هرس نخورین؟ آره میخوام هرس بخورم. میخوام نذاری هرس بخورم. یه صلواتی بفرستین. آها ژیلا صادقی که من چند وقت پیشم در همین آپارات ایده دونی در بود لباس ایشون الان یادم اومد کی هستش. فرستین همه اللهم صل علی محمد و آل محمد. من این دلسوزی شما امروز روز به احسان خیلی بر من قابل ستایشه. خیلی منم میرم دارین میلرزین و رنگتون پریده دارین میگین. به شادی اشاره کردین، اتفاقا امروز بر بچهای خوش ذوق و با سواد تحریری سالم بذار فهم بزنن. آخه گوشیتو بردار، گوشیتو بردار. سوال بریم آقای خیابانی، ببین نکنی گوشی تو گوشش دیگه، نمیشه دیگه تایکان نمو برای خطه داره میگه که چی بگیم. آخ نه امروز عیده، میدونین برادر من امروز عیده، من دلم نمیاد که امروز رو تعریف کنی. آفرین تیم ملی فوتبال، بچه شما تا کنید امیر بقیر تو بهتری مربی تاریخی، وزیر ورزش تو بهتری وزیر ورزش دنیایی، آفرین بریم. آقا به من رحم کنید، من سیبر شدم تو فضای مجازی. کلید شادی در زندگی شما چیه؟ ورزش کردن. من یه گزینه بذارم خودم، لبخند آقای خیابانی. نه من گزینه میذارم، من گزینه میذارم، درست فکر کردن مدیران ورزشی کشور. کی به شادی من بعد بذارید بفرخایش درست فکر کردن. ببین چیزایی که داریم یه درست داری، خب راهکار بعد بده که 6 ماهه تقریبا اعلام شده که ورزشگاهی در شهر تهران ساخته خواهد شد، 60 جلسه برگزار شده، 80 جلسه برگزار شده، هنوز که هنوز معلوم نیست واقعا این اشک ها، واقعا این غم ها، این نمیتونست تبدیل به شادی بشه. فقط با شاد من میگم فکر مدبرانه. ببینید بعد از برد تیم ملی ایران مستقیما وزیر ورزش ایران تلفن میکنن با مربی تیم ملی صحبت میکنن، آیا بعد از باختم زنگ زدن؟ آیا الان به فکر تیم ملی فوتبال هستن یا فقط اون یک نمایشی بود که نشون بدن که ما هستیم، ما در کنار تیم هستیم؟ ولی عملا در کنار تیم نیستن. من کاملا میتونم درک بکنم اینو که در کنار تیم نیستن. اصلا تیم ما تیم چند پاره‌ایه، تیم فوتبالمون رو نمیگم، ما تیم ورزش، تیم چند پاره، تیم متحدی نیست اصلا. ما اصلا در ورزش چیزی به نام اتحاد نداریم. هر کسی یه گوشه از این ماشین پاکستانیه، درب داغونه، بی فرمونه، اسخاتی، چرخه، پنچره ورزشی داره به سمتی میکشه، هر کسی به سمتی میکشه، معاون این وزارت خونه به اون سمت، مدیر کل اون استان به اون سمت، مربی این تیم ملی به این سمت، رئیس فدراسیون به اون سمت، رئیس فدراسیون والیبال این طرف، رئیس فدراسیون فوتبال این طرف، رئیس فدراسیون بسکتبال این طرف، هیچ کس به فکر این نیست که این مردم رفاه میخوان، این مردم شادی میخوان، این مردم این غم ها رو دیگه الان نزدیک چند دور است الان ما در نیمه نهایی اومدیم و همه رو باختیم. این الان هفتمین نیمه نهایی ما بود که در نیمه نهایی باختیم. سال 1980 به کویت، 1984 به عربستان، 88 به عربستان، 2004 به چین، 2015 به عراق، عراق رو 1-4 رو باختیم، 2019 به ژاپن، اینجا هم که به قطر. آخه چرا واقعا؟ یعنی واقعا فوتبال ایران با 85 میلیون جمعیت، با نزدیک 2 میلیون فوتبالیست، با نزدیک این همه باشگاه، با این همه هوادار، با این همه عشق، با این همه وطن پرستی که تو قلبشون این ملت، باید این مدیریت ورزش ایران باشه، باید این مدیریت فوتبال ایران باشه، باید این مدیریت اصلا کلا میتونم بگم بدنه ساختاری ورزش ایران باشه. نه غلطه. ببین راهش چیاست؟ همین الان در قطر این کشور که شنبه فینال جام ملت‌های آسیا رو برگزار میکنه، مسابقات شنای قهرمانی جهان داره در قطر برگزار میشه. شاید بیننده‌ها ندونن. یه بار دیگه تکرار میکنم خانم صادقی، مسابقات شنای قهرمانی جهان داره در قطر برگزار میشه. دوحه اینا نگاه کنید، دوحه نوشته، دوحه نوشته، از خودم نمیسازم اینا رو، دوحه نوشته. یعنی این مرکز کشور قطره، کشوری که به اندازه یکی از استانهای کوچک ما هم نیست، اما چه امکاناتی بهش ساختن، چه امکانی. این سالن مثلا دو میدانی داخل سالنشون، استخرشون، ورزشگاه فوتبالشون، مدرسه آسپایرشون. خانم صادقی، بچه ایرانی حق داره توی یک مدرسه خوب، مدرن، با تکنیک، پروازه درس بخونه یا نه؟ پروازه که حق داره. بعد یه سفر برید به قطر، مدرسه آسپایر قطر رو نگاه بکنید. همین مربی تیم ملی قطر
اونجا صاحب کرسیه، یعنی خودش کلاس دانشگاهی داره اونجا، اونجا مربی تربیت میکنه، مربی تیم ملی قطر. قطر یه تیم داره به نام اوپن، این اوپن تو باشگاه بلژیک بازی میکنه، مال قطری هاست. یعنی فوتبالیستای نوجوان قطری 5 ساله ها، 6 ساله ها، 10 ساله ها، 15 ساله ها میرن از قطر میرن توی بلژیک، اونجا اصول اولیه فوتبال یاد میگیرن، تو مسابقات باشگاهی بلژیک با نوجوانا، جوانای اروپایی بازی میکنن، میشن اکرم عفیف. خیلی جالب. از این چیزی که داره میگه، میگه قطر یک کشور کوچیکه با درآمد زیاد و تحریم هم نیست، ما یک کشور خیلی وسیع هستیم با به خاطر تحریم و اینا درآمد کم و مسائل خیلی زیاد. شما به جاده های یکی از یه استان کوچیک به اندازه مثلا قم برابر با تمام جاده های کشور قطر هست و از اینه نگهداری اینا. این قیاس دقیقی نیست. این چراها رو دوستان من شاهدن، همه عواملی که الان در استودیو هستن، خب باز تقریبا میتونم بگم از زمانی که تاریخ جام ملت‌های آسیا رو شروع کردیم در برنامه صبح خیر ایران، تقریبا همه مسائلی که احتمال داشت پیش بیاد به عنوان یک وظیفه رسانه‌ای گفتیم، نشنیدن خانم صدیق، یا شنیدن و نخواستن عمل کنن، یا شنیدن و بر علیه ما بیانیه صادر کردن، یا شنیدن و حضور عوامل برنامه‌های سازمان صدا و سیما رو در فدراسیون، یا برعکس حضور مربیان تیم ملی رو در برنامه‌های صدا و سیما تحریم کردن، ممنوع کردن. چرا؟ یعنی اصلا ممنوع شده بود آمدن مربیان تیم ملی یا اعضای فدراسیون به برنامه‌های صدا و سیما، به خاطر اینکه دارید انتقاد می‌کنید. خب آخه دیدید که انتقادها درست بود، دیدید که هرچه میگفتیم آن چیزی بود که پیش بینی میشد که میخواد. ببخشید متوجه نشدم، عذرخواهی میکنم. دیدید که هرچه میگفتیم آن چیزی دارید انتقاد میکنید. خب آخه بیان تیم ملی یا اعضای فدراسیون به برنامه‌های صدا و سیما، به خاطر اینکه دارید انتقاد میکنید. خب آخه دیدید که انتقادها درست بود، دیدید که هرچه میگفتیم آن چیزی بود که اعضای فدراسیون به برنامه‌های صدا و سیما، به خاطر اینکه دارید انتقاد میکنید. آها، خود اعضای فدراسیون میگم منتقدین رو منظورشون بوده، که یعنی موقعی که بازی‌ها در حال جریان هست منتقدین رو نیارید که تمرکز مربی و سرمربی بازیکن‌ها اینو به هم نریزه. ولی خود اعضا رو داره میگه. خب آخه دیدید که انتقادها درست بود. نمیدونم، من بخواد سر در نمیارم از فوتبال زیاد، از یو اف سی و ام ام ای نوشتم، از فوتبال هم این باشگاه آلومینیوم عراق، من چون عراقی هستم طرفدار آلومینیوم هم در همین حد، فقط طرفدار آلومینیوم هستم، من کامل دنبال نمیکنم بعضی وقت. دیدید که هرچه میگفتیم آن چیزی بود که پیش بینی میشد که میخواد رخ بده. برای همین انقدر ناراحتین که سلام صبح بخیر گفتین. سلام صبح بخیر ایران. ما برمی سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر ایران. ایران که قلب منه، ایران که زندگی منه خانم صادقی. الان همین ناراحتیه به خاطر ناراحتی. من میخوام که یه چیزی بگم که یه حال هوای آقای خیابانی رو تغییر بدم. نمیشه. تغییر نمیکنه واقعا، چون احساس میکنم که حق مردم ایران خیلی بیشتر از این بود. آفرین. حق مردم ایران خیلی بیشتر از اینه. ببینید الان اصلا ولش کنیم، من میگم که اصلا الان چی بگم، من راجع به باخت تیم چی بگم دیگه؟ آیا اگر من اینجا اصلا گیوتین بیارم، سر مربیان تیم بیارم بذارم زیر گیوتین، با گیوتین گردنتون بزنم، چه فایده؟ نه اصلا چه فایده خانم صادقی، تیم باخته تموم شده رفته دیگه، درست اینجوری نیست. ببین آقا، همین این که این تیم با این همه مسائل تونسته بره تا اینجا پیش بره، بعد یه تیم مثل ژاپن رو به این صورت شکست بده، این خودش برده به نظر من. یعنی مقایسه بکنید تیم ژاپن رو با تیم ملی ایران، میگه که این تیم تو این گروه خودش تا اینجا بیاد با این کشور با این مسائلش، خودش برنده شدنه به نوعی. دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اما میخوایم بگیم برای آینده تصمیم چیه، چی کار میخوایم بکنیم؟ آیا نسل عوض میشه؟ آیا شکل تیم عوض میشه؟ آیا شکل تفکر فدراسیون عوض میشه؟ آیا اصلا شکل تفکر وزارت ورزش عوض میشه؟ ببین من این نکته بگم، خوشبینی عوض میشه یا نمیشه؟ نه من خوشبین نیستم واقعا به ورزش ایران، اصلا خوشبین نیستم، به خاطر این دارم میبینم اصلا ورزش ایران فکر درش نیست، اصلا هیچ فکری در ورزش ایران بقیده من به عنوان یک رسانه، به عنوان عضو کوچکی از رسانه، اصلا فکری پشت داستان ورزش ایران وجود نداره. یعنی فقط همه رشته ها یا فقط تمام رشته ها از اصل وزارت ورزش دارم میگم. من کیک بوکسینگ کار میکنم آیه. نه من دارم از اصل وزارت ورزش دارم میگم. ببینید من توضیح بدم خانم صادق، ببین کشور قطر چقدر وسعت داره، نه به اندازه چهار ماهال و بختیاری، نه به اندازه کوهگیلویه و رحمت، نه به اندازه استان قزوین، نه به اندازه آذربایجان غربی، چهار استانی که تو استان ما تقریبا کوچیک‌تر از بقیه استان ها هستن. بله. خب
تو کدوم این چهار تا استان، تو یاسوج، تو شهر کرد، تو قزوین، تو ارومیه ورزشگاه خوب میتونید پیدا بکنید؟ هیچ کدومش. اما قطر 20 تا ورزشگاه داره، یکی از یکی بهتر. ولی تازه تو کشور ما بریز و پاشم زیاده. چرا ساخته نمیشه؟ واقعا چرا ساخته نمیشه؟ چرا واقعا؟ الان شما وارد فرودگاه دوحه بشید، وارد شهر. این دوستان قیاس مع الفارقه. الان شما فقط معلم‌های، من به این موضوع فکر نکرده بودم، اما همین الان نشون داره. شما معلم‌هایی که در این کشور باید فقط حقوق اینا رو پرداخت بکنید رو مقایسه بکنید با تعداد معلم‌هایی که در قطر باید حقوقشون رو پرداخت بکنید، جدا از بیمه و مسائل دیگه شون. دوحه بشید. چند تا؟ من فقط معلم ها هستم، کارمندای دولتی دیگه اینا رو کاری نداره. هتل داره. چه زیرساختایی داره؟ چرا جام جهانی رو میتونه برگزار بکنه؟ کشور من با این همه ثروت نمیتونه برگزار بکنه. چرا نمیتونه برگزار بکنه؟ دلیلش چیه؟ ما میگم بدنه ورزش ایران بدنه است که اصلا به فکر نمیفته که باید برای آسایش ملت، رفاه ملت، غرور ملت کاری بکنیم که ملت با غرورشون زندگی بکنن. الان ایرانی، من کاملا با شما موافقم که سرتون اینجوری تکون میدید. میدونم که اون سر تکون دادن یعنی چی، یعنی که آره واقعا چرا این اتفاق. خب این قسمت دومش بود. اینا زمانی که آقای صفایی فرانی رئیس فدراسیون فوتبال بودن، چیز حدود 20 سال پیشو دارم تعریف میکنم، صحبت شد و از طریق بعضی از افراد فدراسیون به من گفته شد که بیا بشینیم توی یک سمیناری، توی یک جلسه اساسنامه سازمان لیگ رو و اساسنامه فدراسیون فوتبال رو بنویسیم. من دقیقا یادمه که اونجا گفتم که آقایون، چرخ سالها پیش، صدها سال پیش اختراع شده. شما الان میخواید ادعا بکنید که میخواید چرخ رو اختراع بکنید؟ چرخ اختراع شده. اساسنامه فدراسیون فوتبال آلمان، اساسنامه فدراسیون فوتبال فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، کره موجوده. فقط کافیه ترجمهش کنید، ایرانیزش بکنید، استفاده کنید. در این اساسنامه ها آمده آکادمی ها وظایفشون چیه، مربیان پایه وظایفشون چیه. ببینید خانم صادقی، فوتبال ایران زمانی باخت که فوتبال های گل کوچیک و زمین های خاکی از بین رفت، تبدیل شد به آپارتمان، تبدیل شد به همون روف گاردن هایی که شما میگید، تبدیل شد به همون که من اولش، تبدیل شد همش به برج و مال و اینجور چیزا. کو بچه کجا میخواد فوتبال بازی بکنه؟ بچه اصلا زمین فوتبال نداره که بخواد بازی بکنه، باید بره توی مدرسه فوتبال بازی بکنه. مدرسه فوتبال هم شد دکان، ازش از خانوادهش میلیون ها تومن پول میگیرن که بذارن فوتبال بازی بکنه. اسمش اینه که ورزش رایگانه، کجاش رایگانه؟ مدرسه فوتبالی آره، وجود نداره که. آره، مدرسه فوتبال پشت خونه ما هست تو دیواجی. چقدر میگیره؟ خیلی گرون، خیلی گرون. تمام، بس دیگه. اصلا بس، این بحث دیگه تمام. استعدادها از بین میرن در ورزش کشور. کو شناگری که بتونه تو شنای قهرمانی جهان شرکت کنه؟ به سمتی رفته که نمیدونم. ببینید خیابانی خانم صادقی، بله. 5 ماه دیگه المپیک در پاریس آغاز خواهد شد. آقایون ورزش، در ورزش در المپیک خواهیم باخت. من جواد خیابانی امروز اواخر بهمن دارم اینو میگم، در ورزش المپیک باز هم خواهیم باخت، بدتر از اینم خواهیم باخت اگر همینجوری روشتون ادامه بدید. ما وظیفه داریم که رئیس فدراسیون رو موثر میدونی یا مربی ها رو؟ بدنه ساختار ورزش کشور اصلا من به فرد و سیستم غلطیه. اصلا به فرد کنین. آقای تاج تعظیم میکنم بهش، امیر قلعه‌نویی تعظیم میکنم بهش، آقای هاشمی تعظیم میکنم بهشون. ساختار غلطه، این ساختار درست نیست. خب ببین، پیشنهاد نمیده که باید چه کار کرد که. خب پیشنهادشون چیه الان؟ پیشنهاد چیه؟ باید چه کار باید کرد؟ نمیگه که. این ساختار فقط به فکر بردنه. چرا فقط در بردنه که چرا؟ آره به خدا دیگه نگاه کنید آخه، این سردار آزمون عشق مردم گنبد کابوسه، اون مهدی طارمی عشق مردم بوشهره، این احسان حاج صفی عشق مردم کاشانه، اون عزیزا بیرانوند عشق مردم خرم‌آباد، این بچه‌ها عشق مردم ایرانن. اینا باید دیشب کاری میکردن، 2-1-3-1-4 قطر رو میبردیم. چرا نتونستیم ببریم؟ چرا اصلا ساختار نداریم؟ اصلا تیم ما چرا باید اینجوری بازی بکنه؟ چرا بازی اول 4 تا فلسطین میزنه بعد با هنگ کنگ مساوی میکنه؟ میگیم غلطه، میگیم راهتون غلطه، میگن نه شما ضد تیم ملی هستید، شما بر علیه مایید. بعد بازی با امارات دوباره بهتر بازی میکنن، بعد میان دوباره بازی سوریه رو بد بازی میکنن، دوباره بازی با ژاپن رو خوب بازی میکنن، بعد دوباره بازی با قطر بعد بود. چرا واقعا، چرا تیم اردن یه دست صاف داره جلو میره، چرا قطر یه دست صاف داره جلو میره؟ چون ساختار داره فوتبالشون، چون مدرسه داره فوتبالش، چون بازیکنش تو مدرسه یاد گرفته، چون مربیش تو آکادمی یاد گرفته، فوتبالیستی تو آکادمی یاد نگرفته. فوتبالیست ایرانی تازه 25 سالش میشه تیم ملی دعوت میشه. آخ خیابانی، اجازه بدین که ما یواش یواش
جمع جور کنیم امروز رو به امید دیدار بگیم. به خدا بهتون حق میدم، من واقعا حق میدم و نه فقط شما، شما نماینده مردم هستید، دلسوز مردم هستید. خیلی الان حال خوشی از دیشب تا حالا ندارن، مثلا پدر خود بنده خیلی ناراحت هستن و من میدم که تا صبح راه میره عصبانیه. خب حق دارین دیگه، بعد چیزایی که میگین کاملا منطقیه. آ اینم جالب بگذاره اینم باله. حالا جالب مطلبی که گفت درست، خیرخواهانه هم بود کاملا، ولی خب باید پیشنهاد بدهد بگه دقیقا چه کسی باید چه کار بکنه برای حل این مشکل. داره که تشکر کنه بیان مشکل، بله تشخیص مشکل خیلی مهمه، بیانش هم مهمه، اما راهکار هم مهمه. من تا اینجا هم زحمت کشیدن اما باید دقیقا آقای خیابانی بگی که چه کس برای حل این مشکل که لطف کرده تشخیص داده و گفته، باید بگی برای حل این مشکل چه کسی باید چه کار بکند در تحت این کشور. ما مرحله قبلا به سختی اومدیم بالا، مخصوصا بازی با نه قبل اون گروهی رو میگین شما، بازی با هنگ کنگ رو من دیدم خیلی سخت ما بردیم هنگ کنگ، اومدیم بالا. و این بازی دیروز هم به نظر من، حالا مربی عزیزمون گفتن که شانسی بود، شانس هست اما 5% 10% دخیله. اما اون کارهایی که اون تاکتیکی که ما باید پیاده میکردیم تو زمین متاسفانه پیاده نکردیم و خوب اونا ما رو آنالیز کرده بودن. دوتا فورواردشون خیلی نزدیک هم بازی نمیکردن، خیلی باز بازی میکردن، میخواستن که دفاعی ما رو باز کنه از عمق برن و پشت رامین رضاییان رو هدف گرفته بودن که گل دوم هم دیدین از همونجا گل زدن دیگه، دور خورد دیگه. بله رو هم رفته بالاخره، چون قطر هم میزبان بود و حالا از همه شرایط میزبانیشون هم استفاده کردن، استفاده کردن و میگم خوب آنالیز کردن و تونستن ببرن ایران. شما چی؟ نظرتون درباره بازی دیروز؟ بازی دیروز یه بازی خاصی بود، دوست داشتم اینجا حالا یه مناسبت خوبی میشد، هم عید بود هم گور بود، تبریک خوبی عرض میکنم خدمت همین و هموطنانمون. خب بازی رو ما باختیم و الان هم دیگه بازی تموم شده و من فهم میکنم دستاوردهای خوبی داشتیم. شما ببینیم ما ژاپن رو بعد 19 سال میبریم، بعد چندین سال میایم. آره بازی با ژاپن خیلی مهم بود. بعد چندین سال ما میایم جزء 4 تا، حالا یا مثلا من فهم کنم آخرین که بازیکنایی که به تیم ملی ژاپن گل زدن چندین سال پیش برمیگرده، وحید هاشمیان بود و وحید هاشمیان بود، حتی تو این چند دوره هم نتونسته بود گل بزنه. خب اینا خوب دستاورده دیگه. من الان پشت صحنه برنامه‌ت رو داشتم میدم، آقای روانشناس رو فامیلشون هم دکتر عزیزی، آقای دکتر عزیزی حرف یه نکته خوبی فرمودن، گفتن آقا قضاوت نکنیم. حالا بازی ها تموم شده، هر کسی یه نظری نکته نظر خاصی داره که راجع به این بازی بزنه، ولی من در مجموع من فکر بکنم که لیاقت ما این بود که بریم فینال، حداقلش این بود که بریم فینال. حالا ما درسته خیلی ها من تو صفحه مجازی اجتماعی یا بعضی از این سایت ها دیشب یه خبرهایی میدیدم میخوندم، اصلا نمیدونستم چجوری حضبش کنم، چی نوشته بودم که بازی هنوز فکر کنم 5 دقیقه هم نبود که تموم شده بود، آیا موافقید که آقای قلنوی بمونه بره؟ آره. نظرشون بابا هنوز تموم نشد، از استودیوم نیومدم بیرون. آیا شما میکروفون رو درست بکنید؟ حالا من دیشب تو کانال ها دیدم نوشتن قرارداد آقای قلنوی یه بندی داره که اگه تا نیمه نهایی مینا صعود میکردن که حالا رفته بودن تا 2026 تمدید میشه. نمیدونم این بنده رو کجا برده بودن. حالا این بنده هم حالا چه باشه چه نمشه، این بنده گیر کرده اون بنده که حالا تو این موقع هم قرار گرفته بودن، حالا این بنده داره باشم یه زده بریم بیرون یه دقیقه ما بیاییم. نه نمیخوا چه بیرون ایزه خواستی نه. خب ببین جام ملت‌های آفریقا هم الان در حال برگزاری هستش که اونجا مشخص شده که تیم ساحل آج یه اسم مربی نداشته، الان رفت فینالیست شده. خب شنبه جام ملت‌های آفریقا یک شنبه ساعت 11:30 شب برگزار میشه، کنگو رو شکست داده ساحل آج. خب بعد شنبه ساعت 6:30 عصر همین قطر و اردن هست، حالا قبلش حواشی و اینا رو اگر ویدیوی اومد داشتم میگم همینا بود. من آقای صادق چیزی میخواستم نشون بدم اینجا، همین آقای جواد خیابانی اینا رو، این هوش مصنوعی آهنگایی که خود از این خوندن و این چیزای فان و اینا رو تو ویدیوی بعدی صادق بوقی اینا هم ویدیوی درست کردن،
ولی درست کردم که اگه مشکل کپی رایتی یا مسائل دیگه ای داشت به اشکال نخوره. خب همین بود یکی مونده به آخر از مسائل مربوط به بازی قطر و ایران. پنجشنبه 19 بهمن ساعت 9:08 شب کلی موضوعات دیگه هم هست. فعلا همگی خدا نگهدار.